گام بلند دیگری از خیزش انقلابی مردم ایران، فشار بر سپاه پاسداران با اهرم اروپا، بازوی سرکوب خامنه ای که یک دستش مشغول ترور و فعالیت‌های خرابکارانه است و دست دیگرش در جیب مردم و اقتصاد ایران. تروریستی خواندن سپاه چه بر سر اقتصاد جمهوری اسلامی می‌آورد؟ فریاد ایرانیان در خیابان‌های استراسبورگ فرانسه علیه یکی از سرکوب‌ترین نهادهای نظامی جهان. درخواست از اروپا برای قرار دادن سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی، روندی که بریتانیا و اتحادیه اروپا با سرعت به سویش پیش می‌روند. اما با تحقق این خواسته چه اتفاقی می‌افتد و چه ضربه‌ای به جمهوری اسلامی وارد خواهد آمد؟ آمریکا از سال‌ها پیش سپاه را تحریم کرده، تحریم‌هایی که دشواری‌هایی در لوجستیک این سازمان نظامی ایجاد کرده. با این حال سپاه که همیشه مشتری بازارهای موازی پشت پرده بوده، همچنان توانسته از پس تامین خودش بر بیاید، به ویژه با پول سرشاری که علی خامنه‌ای در اختیار سپاه قرار داده. همین حالا پهپادهایی که روسیه از جمهوری اسلامی خریده و در جنگ علیه اوکراین استفاده می‌کند، قطعاتی دارد که نظام از طریق شرکت‌های واسطه از کشورهای اروپایی و آمریکا خریده. اما ضربه سخت به سپاه تحریم نبود. به حدود 4 سال قبل برمی‌گردید، زمانی که آمریکا با فرمان دونالد ترامپ از برجام خارج شد. کمتر از یک سال بعد در فروردین سال 98 اتفاقی تاریخی رخ داد. I am announcing our intent to designate the Islamic Revolutionary Guard Corps. من قصد خود را برای معرفی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از جمله نیروی قدس آن به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی اعلام می‌کنم. این اولین بار است که ایالات متحده بخشی از دولت دیگری را به عنوان سازمان تروریستی تعیین می‌کند. استفاده رژیم ایران از تروریسم به عنوان ابزار حکومتداری آن را اساساً با هر دولت دیگری متفاوت کرده. بخشی از سیاست فشار حداکثری آمریکا که به حدود 1000 تحریم انجامید. از آن زمان آمریکا انبوهی از شرکت‌های بزرگ و مهم را به دلیل تأمین مالی سپاه پاسداران تحریم کرد. از صندوق توسعه ملی ایران گرفته تا شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر متعلق به ستاد اجرایی فرمان امام، کارتل اقتصادی خامنه‌ای، کل بخش نفت ایران از وزارت نفت تا بزرگترین شرکت پتروشیمی ایران یعنی خلیج فارس و شرکت‌های بزرگ صنعتی مثل فولاد خوزستان و فولاد مبارکه اصفهان و معادن بزرگ ایران. برخی منتقدین دولت ترامپ مدعی بودند این شرکت‌ها مستقیماً نسبتی با سپاه ندارند، اما تحقیق درباره مالکان و سهامداران این شرکت‌ها و مؤسسات مشخص می‌کند که در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی اگر نه همه راه‌ها، اکثریت قریب به اتفاق راه‌ها به سپاه ختم می‌شود. برای مثال 49% سهام شرکت فولاد خوزستان رسما متعلق به سپاه است و این نهاد نظامی تحرکات گسترده‌ای برای تصاحب بقیه سهام این شرکت بزرگ داشته. و البته بنیاد مستضعفان، دومین مؤسسه اقتصادی بزرگ ایران با 189 شرکت و سود خالص بیش از 3000 میلیارد تومان که به گفته رئیسش تامین کننده مالی فعالیت‌های تروریستی سپاه در منطقه بوده. زود تمام کن بیا بالا. گفتم چیه؟ گفت حاج قاسم اومده. حاجی به ما گفت که من حقوق فاطمیون رو ندارم بدم این ماه در سوریه، کمک کنید. آمریکا در دوره ترامپ دست سپاه را خواند و تعداد زیادی از شرکت‌های خارجی را به دلیل ارتباط با شرکت‌های ایرانی واسطه تحریم کرد. مؤسساتی از چین، هنگ کنگ، امارات متحده عربی و حتی بریتانیا. در جریان مذاکرات احیای برجام، یکی از خواسته‌های اصلی جمهوری اسلامی حذف نام سپاه از لیست سازمان‌های تروریستی بود. هدف اصلی تهران از این خواسته رفع تحریم شرکت‌های بزرگی بود که به دلیل تأمین مالی سپاه تحت تحریم قرار گرفتند. حالا اگر اروپا سپاه را سازمانی تروریستی اعلام کند، بخش زیادی از اقتصاد آلوده به سپاه ایران تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. همین حالا بخش زیادی از اقتصاد کشور در اختیار سبزپوشان سپاه است. از طریق قرارگاه خاتم الانبیا، بزرگترین پیمانکار ایران که بخش زیادی از پول کشور را می‌بلعد، و سازمان‌هایی مثل بنیاد تعاون سپاه که شرکت‌های بزرگی را در اختیار دارد.
از بانک‌ها و شرکت‌های معدنی گرفته تا شرکت‌های سرمایه‌گذاری بزرگ. برای مثال شرکت تراکتورسازی تبریز متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایرانیان وابسته به سپاه پاسداران است که بلافاصله پس از خروج آمریکا از برجام تحریم شد. تمام این شرکت‌ها در صورت قرار گرفتن نام سپاه در لیست تروریستی اروپا در معرض تحریم قرار خواهند گرفت. اما جمهوری اسلامی شاید بیش از همه نگران تحریم احتمالی پتروشیمی‌های بزرگی باشد که بیش از 50% در اختیار سپاه پاسداران قرار دارند و 45% ارز کشور را تامین می‌کنند. با تشدید تحریم‌ها، جمهوری اسلامی در حوزه پتروشیمی بر بازار شرق آسیا متمرکز شده و عراق و افغانستان، با این تصور که بتواند از ترکش تحریم‌ها دور بماند. اما عدم توسعه متناسب پتروشیمی‌ها تحت تأثیر تحریم‌ها باعث شده که جایگاه ایران در بازار از طرف رقبای قدرتمندش به خطر بیفتد. عربستان سعودی توانسته بخش زیادی از بازار ایران را از آن خود کند. این کشور اخیراً با چین و کره جنوبی هم روابط اقتصادیش را نزدیک‌تر کرده. جنگ اوکراین هم باعث شده چین بخشی از بازارش را در اختیار روسیه قرار دهد. اگر اروپا سپاه را تروریستی بنامد، عرصه بر واحدهای صنعتی وابسته به سپاه تنگ‌تر خواهد شد و ریسک واسطه‌گری شرکت‌ها از ترس تحریم‌های اروپا بالا خواهد رفت. اگرچه شاید بزرگترین ضربه به اقتصاد سپاه‌زده جمهوری اسلامی زمانی وارد خواهد شد که تحریم‌های شورای امنیت برگردد، مثل سال 90. آن وقت چین و روسیه هم دیگر نمی‌توانند محصولات سپاه را به ثمن بخس بخرند. اما همین مقدار فشار هم شاید بدنه بخش‌های صنعتی را با روند اعتصاب‌ها در ایران همراه کند. در واکنش به بی‌تدبیری مقام‌های جمهوری اسلامی که با این منابع عظیم باعث شدند 8 مردم گرای نوعشان باشد. همه کشورهای دنیا، اون کشوری که موجودی نفت و گازش بر روی هم از همه بیشتر است، کشور جمهوری اسلامی ایرانه. سیل فروپاشی اقتصادی، پیامد احتمالی تروریستی خواندن سپاه پاسداران از طرف اروپا. نیروهای نظامی که دست در جیب مردم، پشت به ایران، برای خامنه‌ای پا می‌چسبانند. مجتبی پورمحسن، لندن.